امارت اسلامی کمیته متشکل از کارشناسان حقوقی را برای دفاع از حقوق افغانهایی که در کشورهای خارجی بود و باش می کنند تشکیل داده است. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که این کمیته به هدف دریافت راههای حقوقی برای حل چالش های مهاجران افغان در کشورهای دیگر ایجاد شده است و در رأس این کمیته معاون ریاست امور قانونگذاری وزارت عدلیه گماشته شده است. آنها گماشته شدند به خاطر از اینکه راپورهای را به دست آوردیم که اموال مهاجرین از آنها گرفته شده در بعضی ساعات و ملکیتاشان برشان سپرده نشده یا جلو انتقال ملکیتشان گرفته شده. به خاطر از اینکه موضوع از لحاظ قانونی و حقوقی بررسی بکنند، بعد در اگر کدام بخش ها مشکلات وجود داشته باشه رسیدگی بکنند. تشکیل کمیته کارشناسان حقوقی برای مهاجرین گام نیکی است، اما لازم است که کارشناسان خبره و با تجربه را انتخاب بکند. همزمان با این کاردار امارت اسلامی در پاکستان از بی‌توجهی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ثبت هزاران مهاجر افغان در پشاور انتقاد دارد. او همچنان افزوده است که برای جلوگیری از فاجعه بشری روند ثبت نام باید سرعت بخشیده شود. پشور کې یو مرکزی دفتر لري چې هلته ورځي دی ریزه چرکیږي بیرته کارډون ورته استعمیي بیا یو فورمه ورکوي چې هغه به بیا په افغانستان کې دوی ته هغه امتیازات ترلاسه کیږي چې څلور سوه څو اویا ډالر دي پنځه اویا یا اویا ډالر دي که څو دي خو دغه ورکول کیږي پی نفر. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستانی گفتند که حکومت موقت این کشور افغان‌هایی که در انتظار اسکان مجدد برای آمریکا هستند را اخراج نمی‌کنند. پلیس پاکستان مهاجرین بسیار آزار اذیت می‌کنند، به شکل بسیار بی‌رحمانه‌اش او را به اردوگاه‌های انتقال می‌دهند. بعد از یک تکلیف و جنجال و پریشانی‌هایی که برشون پیش می‌آید، باز یک تعداد شرها می‌کنند و یک تعدادشان دیپورت می‌کنند. کمیته متشکل از کارشناسان حقوقی برای دفاع از حقوق افغانهایی که در خارج بود و باش می کنند در حال ایجاد می شود که پیش از این همواره شماری از مهاجران افغان در کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه از بی‌توجهی این کشورها به چالش هایشان انتقاد کردند.